نمایشگاه شهر به عنوان بوم با نگاهی به عکس‌ها و فیلم‌های تاریخی از نقاشی‌های خیابانی گرفته تا در و دیوار متروها و پارک‌ها و دیگر اماکن عمومی و البته با تعمق در گنجینه‌ای از طراحی‌های جمع‌آوری شده توسط مارتین وانگ به بررسی پدیده هنر گرافیتی و تأثیر آن بر فرهنگ شهر نیویورک می‌پردازد. مارتین وانگ یک هنرمند آمریکایی آسیایی تبار بود که در اوج جنبش هیپیگری در سان فرانسیسکو بزرگ شد و تخصصش رو در سرامیک گرفت، اما بعد از نقل مکان به نیویورک شروع به نقاشی کرد. کارش تقریبا به سرعت گرفت و در طول مدت زندگیش در این شهر به موفقیت‌های قابل توجهی هم رسید. او سعی می‌کرد توی کارهاش واقعیت‌های جامعه‌ای رو که توش زندگی می‌کرد، یعنی قسمت جنوب شرقی منهتن رو منعکس کنه و البته آدم‌هایی رو که در اونجا باهاشون آشنا می‌شد رو هم نقاشی می‌کرد. پورتری خیلی از هنرمندایی که آثارشون در این نمایشگاه هست رو کشید و شاید بشه گفت اونها یه جوری به بخشی از کار و زندگی مارتین تبدیل شدند. تا سال 1994 هم در نیویورک زندگی کرد، تا وقتی که متوجه شد دچار بیماری ایدز شده و اون موقع بود که کلکسیونش رو به این موزه اهدا کرد و به سان فرانسیسکو برگشت تا آخرین سالهای عمرش رو در کنار خانوادش باشه. در سال 1999 هم از دنیا رفت. در زمانی که گرافیتی از دید عموم جامعه به عنوان خرابکاری در سطح شهر تلقی می شد، مارتین وانگ ارزش و اهمیت هنری این سبک را درک کرد و همزمان با رشد و گسترش جنبش گرافیتی شروع به جمع‌آوری آثاری کرد که برخی از آنها مسیر فرهنگ و هنر را در سطح بین‌المللی تغییر داد. این جنبشی بود که در اینجا شروع شد ولی به مرور تأثیر خودش رو در سطح جهانی نشون داد که شامل طراحی گرافیک، مد، موسیقی و حتی نقاشی‌های جلد آلبوم‌های موسیقی هم میشه و واقعاً فرهنگیه که بخشیش از همین شهر نشأت گرفته. در اینجا شاید معروف‌ترین کارها مجموعه از آثار کیت هرینگ باشه، اما آثار بعضی از هنرمندهای دیگر رو هم داریم که واقعاً در این جنبش تاثیرگذار بودن، مثل لی کینیونز یا لیدی پینک که در فیلم وایلد استایل هم نقش‌آفرینی کردند و البته سی ادمز یا کریس آلیس که واقعاً در شکل دادن به این جنبش نقش قابل اهمیتی داشتند. مجموعه آثاری که در این نمایشگاه به چشم می‌خورد متشکل از 55 دفترچه طراحی و چرک نویس و بیش از 300 اثر دیگر هنری است که به صورت نقاشی، عکس و یا آثار نوشتاری بر روی بوم، مقوا، کاغذ و تخت چوب ترسیم شده است. وانگ که اصرار داشت این مجموعه دستخورده باقی بماند، پیش از ترک نیویورک و بازگشت به سان فرانسیسکو در سال 1994 میلادی آن را به طور کامل به موزه شهر نیویورک اهدا کرد. کسایی که بیشتر سراغ ما میان افرادی هستند که علاقه خاصی به فرهنگ هنر خیابونی دارن و علاقه دارن بدونن چطور یک گروه نوجوان در سالهای 1970 تا 80 با سرپیچی مدنی ظاهر شهر رو تغییر دادن. بنابراین میشه گفت این نمایشگاه در واقع نگاهی به تأثیر حرکت یک سری جوان نیویورکی بر کل دنیا داره. نمایشگاه شهر به عنوان بوم نه تنها منعکس کننده فشارهای اجتماعی فرهنگی دوران دهه 70 و 80 میلادی در نیویورک است، بلکه معرف تکنیک‌ها و استیل‌های مختلف نقاشان سبک گرافیتی در زمان ظهور و رشد هنری است که همواره احساسات تند و شدیدی را در میان طرفداران و مخالفانش برمی‌انگیزد. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.